علت این که این نهضت رسیدگی به سلامت مردان شروع شده، بار بیماری ها، مرگ و میر و در حقیقت عوارضی است که برای آقایون ایجاد میشه. به طور کلی در حقیقت اگه توی سن اطفال نگاه کنیم، 11% میرایی پسرها بیشتر از دخترها هست، سل در آقایون حدود 2 برابره و فوت یک مرد 30 ساله تا 70 ساله از بیماری های غیر مزمن حدوداً 1.5 برابر از زنان بیشتره. خودکشی توی آقایون 1.5 برابر هست. تصادفات جاده‌ای میزان مرگش در آقایون 2 برابره، در حالی که موتور سواری تو آقایون 6 تا 20 برابر بیشتره تصادفات، و اتومبیل حدود 3 برابر توی آقایون بیشتره، و نهایتاً قتل و دگرگوشی هم توی آقایون خیلی بیشتره، حتی آلودگی هوا. مجموعه اینها به کلن امید به زندگی آقایون رو 4 سال به طور کلی و توی منطقه در حقیقت ما، کشورهای ما مدیترانه شرقی، 4 سال کمتر هست. و اگر سالهای از دست رفته زندگی دالی رو نگاه بکنیم، توی سرطان ریه 1.8 برابره، سیروز کبدی 1.5 برابره و مواد مخدر هم 5 برابر هست. مجموع اینها، مثلا سرطان کبد 1.5 برابر و نهایتا حدود 1.5 تا 2 برابر. از لحاظ شغل اگر نگاه کنیم، بیماری های ریوی که در حقیقت بیماری مزمن ریوی یا COPD میده، 5 برابر در آقایون بیشتره. آسم توی آقایون 5 برابر بیشتره. سرطان ریه 14 برابر در آقایون بیشتره. خب مشخصه، بالاخره آقایون در محیط های کاری مواجه با انواع گازها، انواع مواد شیمیایی، سیگار کشیدن تو آقایون بیشتره، در حقیقت رفتارهای پرخطر تو آقایون بیشتره. و نگاه میکنیم سرطان ریه 14 برابر، سرطان حنجره 10 برابر در آقایون بیشتر هست، و از دست رفتن شنوایی هم در این شرایط بیماری کووید که متاسفانه از اوایل اسفند در کشور ما عوارضی ایجاد کرد، و یک مرور مطالعات دنیا و بررسی بیماران در بیمارستان شهدا رو انجام دادیم و این در مجله سلامت مردان ما چاپ شده، نشون داد که آقایون حدود 15% بیشتر از خانوم ها مبتلا میشن و متاسفانه فوت و مرگ و میر آقایون نسبت به خانوم ها 30% بیشتر هست. آقایون هم دلایلی دارن برای اینکه اولا بیماری هاشون بیشتره، سالهای از دست رفته زندگیشون بیشتر هست و این بیماری ها رو بیشتر مبتلا میشن. دلیل عمده شون این هست که در حقیقت وقت نداریم. به نوعی میشه بهشون حق داد، چون مراکز بهداشتی ما ساعات فعالیت معمولی اداری است. مسئله دیگه که ما بررسی کردیم از سال 84 که سلامت مردان رو در حقیقت در کشور پایه‌گذاری کردیم، نکات دیگه‌ای هم وجود داره. اولا آقایون به این راحتی درخواست کمک نمی‌کنن و به نوعی خودشون رو مغرور می‌دونن که درخواست کمک در مسائل بهداشتی بکنن و بیماری‌های خودشون رو، علائم بیماریشون رو خیلی سریع ازش میگذرن، برای خودشون توجیهاتی میکنن و بهش توجه نمیکنن، در حالی که بانوان اینگونه نیستن. اولا بحث در حقیقت درخواست برای رسیدگیشون بیشتره، کوچکترین علائم هم بهش حساس میشن و مراجعه میکنن.
سومین مسئله تو آقایون احساس روینتنیه، که فکر میکنن آقایون اینقدر قوی هستن که بیماری به اونها در حقیقت نمیتونه ابتلا ایجاد بکنه. و نهایتا موضوع دیگر این هست که آقایون به نوعی بیماری خودشون رو مواجه به کم شدن از قدرت مردانگی میدونن، از موضع قدرت خودشون میدونن. در نتیجه بحث بار بیماری ها و طول عمر کمتر آقایون در دنیا مورد توجه واقع شده. یه راهکارش آگاهی بخشی به خود آقایونه، مشارکت خود آقایون هست در این که در این هفته ها و روزها برای سلامتی خودشون مشاوره، آزمایش، ویزیت پزشک، مشاوره با در حقیقت پرسنل سلامت اقدامی بکنن. و غیر از این آگاهی بخشی، ما سیستم هامونم باید فعال بشن. وزارت بهداشت سعی کرده، مراکز بهداشتی شهرداری سعی کردن که ساعات کاری رو به نوعی اضافه بکنن که در شیفت بعد از ظهر از ساعت 4 تا 10 شب هم این مراکز باز باشن، ولی به نظر ما اصلا کافی نیست و بیش از اینها هم باید آقایونی رو در این مراکز به کار بگمارن به جای خانوم ها که عمدتا در مراکز بهداشتی هستن، اجازه بدن که مرد به راحتی توی مرکز بهداشتی بتونه مسئلهش رو مطرح بکنید، هر مسئله ای رو، و هم واقعا تعداد این مراکز رو بیشتر بکنن. ما لازم داریم که گروه های بزرگ رو باهاشون مشاوره بدیم، سخنرانی هایی که میتونه بشه، گفتگوهای دو طرفه در کارخانجات، در پادگان ها، در محل های تجمع مردان. ما در انجمن اورولوژی که شروع کردیم، هدفمون رو گذاشتیم بیماری های خطیر کم علامت. بیماری مثل بیماری سنگ ادراری نیمه شب فرد رو به اورژانس میرسونه چون درد شدید داره، ولی سرطان پروستات هیچ علامتی نداره، سرطان مثانه هیچ علامتی نداره، عدم نزول بیضه در پسر بچه ها هیچ علامتی نداره، ولی وقتی این فرد 30 ساله میشه ازدواج میکنه دیگه نمیتونه بچه دار بشه. تلاش کردیم که در اون 10 سال به آقایون اطلاع رسانی رو بکنیم، علائم سرطان پروستات رو، علائم سرطان مثانه رو و معاینه‌ای که باید در پسر بچه ها در 6 ماهگی، 1 سالگی توسط پدر، توسط پرسنل بهداشتی صورت بگیره. سرطان پروستات چون همه آقایون از سن 50 سالگی پروستاتشون بزرگ میشه، فکر میکنن یه چیز طبیعیه، یه اختلال مختصری در نحوه خروج ادرارشون وجود داره، در حالی که درصدی از این علائم مربوط به بزرگی هست، ولی میتونه سرطان پروستات هم باشه که خوشبختانه با وجود تست پی اس ای که حدود 2 دهه هست به دنیا معرفی شده، سرطان پروستات به راحتی قابل تشخیصه. همه آقایون از سن 45 سالگی باید این تست رو انجام بدن. اگر در خانوادهشون سابقه سرطان پروستات وجود داره، از 40 سالگی باید شروع کنن، 1 سال 1 بار بدن، ولی اگر سابقه در خانواده ندارن، یه تست در 45 سالگی بدن و هر 4 سال، 3 سال، 5 سال حسب نظر پزشکشون یه بار دیگه این تست رو بدن، چون تا سن 80 سال بسیاری از آقایون گرفتار سرطان پروستات میشه. از بیماری های دیگه خطیر کم علامت سرطان مثانه است. عمده علت سرطان مثانه هم سیگاره و مواد شیمیایی که مواجه میشن در کارخونه ها. مختصر خون در ادرار اوائل سرطان دیده میشه. اگر به تغییر رنگ ادرار توجه نکنن، این تبدیل میشه به خونریزی شدید و اون وقت بسیار دیره. و خب طبیعتاً یه نکته‌ای هم که در کشور ما متأسفانه از سالهای قبل وجود داره که
سعی کردیم توی سلامت مردان این رو اصلاح بکنیم. هر زوجی که ازدواج میکنن و بچه دار نمیشن، ابتدا اشاره ها و نشانه ها به سمت خانومه. خانوم باید برای درمان ناباروری به پزشک مراجعه بکنه، در حالی که همه مطالب علمی دنیا نشون میده که 50% علت ناباروری در خانوم هاست و 50% علت ناباروری به علت آقایون هست. تعریف بچه داری هم اینه: سن کمتر از 35 در خانوم اگر باشه و به طور طبیعی اینها اقدام بکنن برای 2 سال، هیچ بیماری زمینه‌ای خاص دیگه هم نداشته باشن، 2 سال اقدام کنن برای بچه دار شدن. اگر بچه دار نشدن به پزشک مراجعه کن. آمار ایران هم مطالعات مختلفی شده، حدود 15% زوج ها نابارورن. البته ما مطالعات زیادی رو انجام دادیم، حتی مطالعه مقطعی ما در 5 استان انجام دادیم. در اون مقطع 3% ناباروری دارن، ولی در طول زندگی زوج از وقتی ازدواج میکنن تا آخر حدود 15% زوج ها مبتلا به ناباروری میشن و بسیاری از علتها در مراجعه به پزشک با درمانهای ساده قابل پیشگیری است. توصیه هایی میشه این توصیه ها رو انجام بدن. درصدی نیاز به جراحی دارن و درصدی هم نیاز دارن به مراکز ناباروری مراجعه بکنن تا درمانهای پیشرفته تر براشون انجام بشه.